این که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیات هاست گره اگه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدن یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیمو وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج، باب الهوائج. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ثم الصلاة والسلام على أشرف سفرائه المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آغاز ماه ربیع الاول است و ایامی که حضرات آل الله داغدار هستند در مصیبت حد که حرمت خانه وحی که منجر به شهادت حضرت محسن ابن علی شد، جهت عرض تسلیت یک صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خداوند متعال در آغاز خلقت وقتی که اراده فرمود به خلق حضرت آدم، به ملائکه خودش دستور داد که سجده کنید و در واقع بیان کرد
زیبایی و نیکویی خلقت حضرت آدم رو، فتبارک الله احسن الخالقین، به ملائکه دستور داد حالا شما باید سجده کنید و تمام ملائکه سجده کردن الا ابلیس. نکته ای که هست اینه که ابلیس از ملائکه نبود و بنابر دلایلی در گروه ملائکه قرار گرفته بود، چون ملائکه معصوم هستن و طبق اون روایت از عقل محض خلق شدن. حالا اشکالی نداره داخل پرانتزی اشاره به اون حدیث هم بکنیم، خالی از لطف نیست. در حدیث هست که ملائکه از عقل محض خلق شدن و حیوان از شهوت محض. انسان خلقتش به گونه ایه که ترکیبی از عقل و شهوته. این اختیار رو داره که عقلش رو رجحان بده نسبت به شهوات و امیال نفسانی خودش. اگر با شهوتش پا روی عقلش گذاشت، از اون حیوان درجهش میاد پایین تر و پستر میشه. اما اگر عقلش رو به کار گرفت و اون رو غلبه داد نسبت به شهواتش، فضیلتش نسبت به ملائکه میره بالاتر. خب ملائکه از عقل محض خلق شدن و هیچ خطایی نمی کنن و به اصطلاح معصوم هستن. اگر معصوم هستن، پس این خطایی که ابلیس کرد، این خودش مؤید اینه که جزء ملائکه نبود. تصریح قرآن هم هست که کان من الجن، ابلیس از اجنه بود. حالا اینکه چرا در دسته و گروه ملائکه قرار گرفته بود، این بحث مفصلیه که اگر کسی علاقه داشت میتونه به جلد اول کتاب حیات القلوب نوشته مرحوم علامه مجلسی مراجعه کنه که چی شد ابلیسی که از اجنه بود در صف ملائکه قرار گرفت. همه سجده کردن نسبت به حضرت آدم، فقط ابلیس سجده نکرد. خداوند متعال در مقام ابطال ابلیس، ابطال کار ابلیس، فرمود فخرج منها فانک رجیم و ان علیک اللعنه الی یوم الدین. خداوند متعال فرمود که تا یوم الدین مشمول نفرین و لعنت من هستی. در جای دیگر هم فرمود لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. جهنم جای شماست، جهنم رو از تو و از افرادی که بخوان از تو تبعیت بکنن پر میکنم. روایتیست از امام رضا سلام الله علیه در بحث همین سجده حضرت آدم. امام رضا علیه آلاف التحیت و الثنا میفرمایند که مثل المؤمنین فی قبولهم ولاء امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم کمثل الملائکه فی سجودهم لآدم. امام رضا می فرمایند که مثل مؤمنین، مؤمنینی که ولایت امیر المؤمنین رو قبول کردن در روز غدیر خم، در واقع این قید توضیحیه، یعنی مؤمن نمی شود مگر به قبول ولایت امیر المؤمنین. اینهایی که در ماجرای غدیر خم ولایت امیر المؤمنین رو قبول کردند، مثلشون مثل همون ملائکه‌ایه که تا خدا بهشون دستور داد نسبت به حضرت آدم سجده کنید، سجده کردن، اطاعت کردن.
فرمان الهی رو روی چشم نهادند. و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین فی یوم الغدیر مثل ابلیس. در ادامه امام رضا سلام الله علیه می فرمان که مثل اونایی که ابا کردن در ماجرای غدیر خم و بعد از اون، از این جهت فرقی نمی کنه، اینا از پذیرش ولایت امیرالمؤمنین سر باز زدن. مسئله اینها مسئله ابلیسه که وقتی خداوند متعال فرمود سجده کنید، ابلیس ابا کرد از روی تکبر و خود برتربینی، فرامین الهی رو زیر پا نهاد و گفت من سجده نمی کنم. خداوند متعال فرمود که و ان علیک اللعنت الی یوم الدین. خب هر تشبیهی پر واضحه، هر تشبیهی نیاز به یه وجه شباهت داره. اینکه امام رضا سلام الله علیه می فرمان مثل مؤمنین که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کردن مثل ملائکه است، این تشبیه یه وجه شباهت داره دیگه. یعنی باید ببینیم در چی شبیه همن، در چی مثل همن. اونجا یه دستور خداوند متعال داد، ملائکه اطاعت کردن و ابلیس اطاعت نکرد، سرپیچی کرد. در مورد داستان امیرالمؤمنین و ماجرای غدیر خم هم خداوند متعال دستور داده. دستورش چیه؟ خطاب به پیغمبرش فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اون امری رو که من به تو نازل کردم باید ابلاغ کنی و اگر این کار رو نکنی گویا اصلا رسالت من رو انجام ندادی. خب مفسرین قرآن باید قرآن رو برای ما توضیح بدن، باید قرآن رو، آیات قرآن رو تبیین کنن. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خداوند متعال می‌فرماید که در همین قرآن، در همین قرآنی که ادعاشون اینه که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کفایت میکنه، خود کتاب خدا میفرماید که من به تنهایی کافی نیستم و من نیاز به مبین دارم. در همین آیه خداوند متعال میفرماید که ما قرآن رو نازل کردیم لتبین للناس، تا تو برای مردم بیان کنی قرآن رو که چی بهشون نازل شده، ظاهر قرآن چیه، باطن قرآن چیه، معانی آیات قرآن رو تو باید برای مردم توضیح بدی. حضرات اهل بیت که مبینین و مفسرین قرآن هستن فرمودن نزلت هذه الآیه فی علی علیه السلام. این امری که خداوند متعال می‌فرماید خطاب به پیغمبرش که این رو باید ابلاغ بکنی. این آیه کی نازل شد؟ بعد از ماجرای حجت الوداع که آقا رسول الله در حال برگشت از حجت الوداع بودن این آیه نازل شد. والله یعصمک من الناس، خداوند متعال حفظ میکنه تو رو از گزند مردمی که قصد دشمنی دارن با تو و قصد نفاق دارن، قصد دشمنی دارن با امیرالمؤمنین علیه السلام. اینها اطاعت نکردند، سر باز زدن. این افراد در ماجرای غدیر اونجا خداوند متعال دستور داد به ملائکه که باید سجده کنید رو به آدم. اینجا هم در ماجرای غدیر خم به رسول الله دستور داد باید امر ولایت امیرالمؤمنین رو به مردم ابلاغ کنی. از لوازم این دستور خداوند متعال این است که خب مردم هم باید ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کنن.
تو ابلاغ کن، مردم هم موظف هستن که ولایت امیرالمومنین رو قبول کنن. همونطور که در ماجرای خلقت حضرت آدم ابلیس سرپیچی کرد، امام رضا میفرمایند که این مردم هم از پذیرش ولایت امیرالمومنین امتناع کردن. خب مگه چه اتفاقی افتاد در قدیر؟ من به حسب در واقع زیغ وقت به یه نمونش اشاره کنم. نقله که بعد از جمع شدن اصحاب رسول الله در اطراف قدیر، در اطراف قدیر خم، یکی از اصحاب رسول الله هست به نام ابوذر، میگه که من داشتم رد میشدم از کنار یکی از این خیمه ها، دیدم یه تعداد از این به اصطلاح صحابه پیغمبر نشستن مشغول صحبتن با هم. حالا چی میگن؟ این به اون میگه که اسم کوچک آقا رسول الله رو به زبون میاره و توهین میکنه و میگه که این نعوذ بالله مجنونه، این نمیفهمه چی به زبون میاره. به ما گفت که نماز بخونید، قبول کردیم. به ما گفت روزه بگیرید، قبول کردیم. به ما دستور حج داد، قبول کردیم. دستور خمس و زکات و باز هم راضی نشد، تا اینکه داماد خودش رو، پسر عموی خودش رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد. میگه تو همین بین که اینا داشتن با هم صحبت میکردن، یه سوسماری از اونجا رد شد. یکی از این منافقین رو کرد به اون یکی، گفت که و اشاره کرد به اون سوسمار و گفت که ای کاش این پیغمبر این سوسمار رو به ما امام میکرد و علی رو بر ما برتری نمیداد. مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین فی یوم القدیر مثل ابلیس. یک همچین نفاقی نسبت به امیر المؤمنین، یک همچین کینهی نسبت به امیر المؤمنین داشتن، گفتن ای کاش این سوسمار امام ما بود، علی امام ما نمیشد. ابوذر که داشت از اونجا رد میشد، خب این گفتگوی بین این افراد رو شنید و گزارش داد به آقا رسول الله. رسول الله در واقع احضار کردن اون افراد رو و فرمودن که ابوذر یک همچین خبری برای من آورده، راسته؟ یک همچین حرفی زدید شما؟ اینها اومدن در مقابل رسول الله قسم دروغ خوردن که نه، ما همچین حرفی نزدیم. این آیه قرآن نازل شد، یحلفون بالله ما قالو. اینا قسم میخورن که ما اون حرفو نزدیم. ولقد قالو کلمت الکفر و کفرو بعد اسلامهم. و حال اینکه قطعا اینها اون کلمات کفرآمیز رو به زبون جاری کردن و بعد از اینکه مسلمون شده بودن کافر شدن. رسول الله برای به جهت اتمام حجت ازشون سوال کردن و الا حضرت در جواب اینها فرمودن که ابوذر به من دروغ نمیگه، از ابوذر راستگوتر نیست. یک تعبیری مشابه این تعبیر. بعد رو کردن به اون شخصی که این حرفو زده بود، فرمودن که میدونی که روز قیامت روزیه که خداوند متعال میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزیه که هر گروهی، هر شخصی به همراه امامش میاد اونجا حاضر میشه. خطاب کردن بهش که فلانی، یه گروهی هم میان امامشون سوسماره، حواستو جمع کن، تو جزو اون دسته نباشی. این یه نمونه از نفاقی بود که از اینها بروز پیدا کرد
و به دست ما رسید و بدونیم که میشه آدم به حدی از دشمنی با اهل بیت برسه که یک همچین حرفی به زبون جاری بکنه. خب اینکه اقدامات ابلیس به کجا میرسه رو انشاءالله در فرصتی دیگه خدمتتون عرض خواهیم کرد. توسلی بکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه شهیده، که این ایام ایام حد که حرمت خانه ایشان هست و امیر المؤمنین، و در روایات هست که اول من یحکم فیه محسن ابن علی، اولین محاکمه قیامت راجع به حضرت محسن ابن علی هست و قاتلش، و مفاد تراث حدیثی ما اینه که اگر این ظلمی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شد و پیمانی که در روز سقیفه بستن، اگر این اتفاقات انجام نمی شد، امام مجتبی سلام الله علیه مسموم نمی شد. سید الشهدا در ماجرای عاشورا با این توصیفاتی که خوندیم و خوندید و شنیدیم به شهادت نمی رسید، به این معنا که پایه و اساس ظلم رو اونایی گذاشتن که به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ظلم کردن. صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء، آتش زدن به خانه مولا بهانه بود، مقصود خصم کشتن بانوی خانه بود، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به پشت درب آمد به این امید که اینا حیا کنن، بگن زن پشت در اومده، ول کنن و معرکه رو خالی کنن. اومد به دفاع از شوهرش و امام زمانش امیرالمؤمنین. آتش زدن به خانه مولا بهانه بود، مقصود خصم کشتن بانوی خانه بود، رو کرد به متخلف دوم، گفت میدونی تو این خونه کی زندگی میکنه؟ تو این خونه ابوالحسن هست، تو این خونه دختر رسول الله هست، تو این خونه حسنینن. چی جواب داد؟ گفت و این، یعنی اگر اینا هم باشن، من خونه رو با اهلش به آتش میکشم. از آن به باب و لگد زد عدو که دید جان علی به پشت در آستانه بود. که این اتفاق افتاد هنوز آب غسل رسول الله خشک نشده بود. اگه بخوام این ماجرا رو در قالب شعر برات توصیف کنم، فقط همینو بگم: کاش روز حادثه در پشت در زهرا نبود، شاهد پهلو شکستن زینب کبرا نبود، کاش وقت در شکستن پای دشمن می شکست.
است تا که میخ در نشانه پهلوی زهرا نبود. از هر کجا صدای منو میشنوی صدا بزن یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هر چی که میکشه دنیا از اون روزی شروع شد که علی خونه نشین شد. هر چی که میکشه دنیا از اون روزی شروع شد که علی خونه نشین شد. غریبونه در خونه در آتیش بود و مادر ناگهان نقش زمینش بمیرم. از اون روز تا همین حالا امیر المؤمنین تنها ترین شد. غریبونه در خونه در آتیش بود و مادر ناگهان نقش زمین شد. از اون روز تا همین حالا امیر المؤمنین تنها ترین شد. وای قامت علی خم شد، وای عمر مادرم کم شد. امیر مؤمنان به هر حالی خودش رو رسون به بالین فاطمه، عمامه مبارک و از سر بردار، نشست سر فاطمه شو به دامن گرفت، صدا زد یا زهرا. جوابی نشنید، دوباره صدا زد یا بنت محمد المصطفى. بازم جوابی نشنید، هر طور صدا کرد بیبی رو جوابی نشنید. یه وقت صدا زد یا فاطمه کلمینی، بمیرم برا فاطمه جان، با من حرف بزن، من علیم من علیم. تا اینو فرمود یه وقت چشای بی بی باز شد، نگاهش به صورت اشکبار علی افتاد و بکت و بکت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. ای خدا منتظر زمزمه یارب تو فاطمه جان، ای خدا منتظر زمزمه یارب تو،
ای اجابت شده مجذوب نماز شب تو، دختر ختم رسول، مادر پیغمبرها، سایه ات روز ازل بر سر پیغمبرها. یه مسیری رو شاعر انتخاب کرده، با من بیا. پله تخت تو، پله تخت تو پیشانی عرش ازلی است، تو فقط کفو علی هستی و کفو تو علی است. قمبر درگه تو رتبه آدم دارد، فزت معجزه حضرت مریم دارد. تو کی هستی مادر؟ چگویم تا نریزد آب رویم؟ تو خودگو کیستی تا من بگویم؟ با مدح فاطمه گریه کن، اون موقع تو روزه بهت عشق میدن، ناله میدن. ای خدا گفته سلام و صلواتت هر دم، کیستی تو که پدر گفت فدایت گردم؟ اولین مطلع حسن ازلی کیست؟ تویی. رکن ارکان علی و رکن علی کیست؟ تویی. هر چه گفتیم و نگفتیم از آن اولایی، تو فقط فاطمه ای، فاطمه زهرایی، تو فقط فاطمه ای، فاطمه زهرایی. امیرالمؤمنین فرمود زندگی من دو تا رکن داشت، یکیش پیغمبر بود، یکیش فاطمه بود. پیغمبر که از دنیا رفت، همه زندگی علی شد فاطمهش. فهمیدن اگر بخوان علی رو زمین بزنن، باید فاطمه رو زمین بزنن. چه به خلق و چه جور هم زمین زدن. اهل کنایه باشی با یه کلمه گریه میکنی. یه جوری زمین زدن، دید آخری یا دیگه دستش بالا نمی اومد. یه جوری زمین زدن، ناموس دارا، غیرتی ها، این آخری ها از علی رو میگرف مادر ما. چه به خلق و چه به خوی و چه به خلق و چه سرشت، تو بهشتی، تو بهشتی، تو بهشتی، تو بهشت. حالا شاعر مسیر رو برده به سمت قیامت، اون موقع این که همه جمعیم، شالا همه با هم میبینیم مادرمون وارد بشه در صفحه حشر. تو امید گناهکارانی، آخ مادر، دوزخ و نار به فرمان تو، تو سلطانی، حکم حکم تو و فرمان تو فرمان خداست، عفو تو و غفران تو غفران خداست. این ندا میرسد از جانب ذات الله. به به، فاطمه حاجت خود راز خداوند بخواه. تو بگو تا که ببندیم در دوزخ را، تو بگو تا که کنم گل شرر دوزخ را، تو بگو تا که عذاب از همگان بردارم، دوزخی ها را در گلشن فردوس آرم. تو بخوا فاطمه، اصلا همه چی با توه، من خدایم ولی امروز خدایی با توست،
حکم آغاز تو حکم نهایی با توست. فاطمه جان تو بگو دشمنتان را به سوی نار کشم، تو بخواه از من تا ناز گناهکار کشم. فاطمه من حبیبه من تو بگو تا همگان را به حسین بخشم. وای وای اهل ناله، تو بگو تا همگان را به حسین بخشم. تو بخوا تا همه را بر حسنین بخشم. فاطمه من تو در کنار پدر و شوهر و مام و پسرت، تو روی سوی جنان خلق به دنبال سرت. چه خبره همه رو خوندم به این یه دونه برسم، یه مرتبه همه سرا پایین مادر ما وارد محشر میشه. چجور وارد میشه اهل ناله؟ بر سر تو بر سر دست تو یک پیراهن خونین است. امام زمان همه گویند که اسباب شفاعت این است، همه در وحشت میزان و حسابند و کتاب، همه گویند که یا فاطمه ما را دریاب. چجور وارد محشر میشه؟ یه مرتبه میبینه حسین با سر بریده وارد شد، مادر ما یه ندا میده یه ناله میزنه، اهل محشر گریه میکنن. تازه قیامت قیامت میشه، میگه تو قیامت را قیامت میکنی؟ یعنی همین. مادر ما یه سیه میزنه میگه حسینم اگر کشتن چرا آوت ندادم؟ آماده ای یا نه؟ میخوام به یه نقطه ای برسم اهل ناله حقشو ادا کنن. مادر مادر، بس که از چادر خاکیت کرم میبارد، قاتلت هم به تو امید شفاعت دارد. امام زمان به شرار جگر و ناله و سوزت سوگند، به مناجات شب و گریه روزت سوگند. یه خواهش دارم مادر، یه عمری گریه کنتم، یه عمری روز خونتم، یه عمری سینه زن بچه هاتم. یه خواهش دارم. چه خواهشی؟ سادات منو ببخشن که به آن جانی قدار محبت نکنی، قاتلت را به صفحه حشر شفاعت نکنی. چرا میگم شفاعت نکنی مادر؟ ظلم و جور و ستمه بیعددش یادت هست. سادات جای دست و ضربات لگدش یادت هست. یاد داری که چگونه حسنت میلرزید، نفس شوهر خیبر شکنت میلرزید. دوتا دیگه شو بگم و بمیریم. خاطرت هست که سوزان دل مولا را، خاطرت هست که میگفت بزن زهرا را. مگه یادت میره مادر اون موقعی که نانجیب گفت دست فاطمه رو کوتاه کن، هی با غلاف شمشیر به دستای فاطمه میزد، میگفت دست فاطمه رو کوتاه کن. یه جمله و یا علی هر کی ناله داره. میخوام بگم فهمیدن فاطمه محل بوسگاه پیغمبره. هر جا
پیغمبر بوسه زد یه نشانه زدن، فهمیدم پیغمبر سینه رو میبوسه، دست رو میبوسه، صورت رو میبوسه، هر جا پیغمبر بوسه زد یه نشانه زدن. اهل ناله کربلا تا فهمیدن حسین محل بوسگاه پیغمبره، کجا نشانه زدن؟ من یه دونه شو بگم با این یه دونه بمیریم بقیهش بمانه، کجا نشانه زدن؟ فهمیدن پیغمبر لبای حسین رو میبوسید، کجا نشانه زدن؟ چنان چوب خیزران رو بلند کرد، هی به لب و دندانه ابا عبدالله دست بیار بالا ناله بزن ای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم، الهی عظم البلا و بره الخفا. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.